سلام، مسعود سفیری هستم با برنامه افق بخش فارسی صدای آمریکا در سه‌شنبه 23 فوریه 4 اسفند ماه با تحلیل دو دیدگاه مشارکت اعتراضی یا تحریم انتخابات. برگزاری همزمان انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در روز جمعه نخستین آزمون رسمی سنجش تأثیر اجرایی شدن توافق هسته‌ای و برچیده شدن تحریم‌ها بر افکار عمومی و توان دولت روحانی در صیانت از آرای مردم تلقی می‌شود. در حال حاضر افسون بر دیدگاه رسمی حکومتی مبنی بر ضرورت شرکت در انتخابات، دو دیدگاه بسیار جدی مبنی بر تحریم انتخابات و یا مشارکت اعتراضی در آن شکل گرفته. اما پرسش اصلی این است که برآیند کدام دیدگاه می‌تواند به جنبش دموکراسی خواهی و عبور از فضای امنیتی کنونی منجر شود. اما در فیسبوک افق از شما پرسیده ایم آیا مجلس آینده می تواند به مطالبات مردم در زمینه بهبود سطح زندگی پاسخ مثبت دهد؟ 7% تنها گزینه بلا را انتخاب کردند و 93% گزینه خیر را انتخاب کردند. شما هم میتونید در این نظرسنجی شرکت کنید. از طریق توییتر و گوگل پلاس میتونید بحث ما رو دنبال کنید. برای دریافت فایل صوتی افق هم سری به فیسبوک افق بزنید. اما میهمانان افق آقای دکتر ناصر زرافشان، وکیل دادگستری و دبیر کانون نویسندگان ایران که از تهران میهمان ما هستند، و آقای اکبر گنجی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر که از نیویورک به ما ملحق شدند. با سلام به هر دو میهمان برنامه. آقای زرافشان، اجازه بدیم بحث رو با این پرسش آغاز بکنیم که چرا باید در انتخابات شرکت کرد و چرا اصولا شرکت نباید کرد به اعتقاد شما؟ من ضمن سلام به شما و به همه دوستانی که از طریق شما صدام رو میشنوند، ابتدا بگم اغلب بحثایی که طی یکی دو هفته اخیر درباره انتخابات تو رسانه ها به خصوص رسانه های خارجی مطرح میشه مربوط به دیدگاه ها و مواضع اصول گرایان و اصلاح طلبان و اختلافات این دو گروه با هم دیگه، مخصوصا تبلیغ مواضع اصلاح طلبان بوده. انگار تو این کشور اصلا مقوله‌ای به اسم مردم وجود نداره، یعنی فقط حکومت کنندگان وجود دارن، از حکومت شوندگان و دیدگاه‌هاشون بحثی تا اونجایی که من دیدم تو یکی دو هفته تو کار نبود. گویی همه مردم باید تقسیم شن بین این دو یا سه گروه و به هر حال سهم یکی از اینا باشن. محدود کردن همه بحث انتخابات به چند صد نفر آدم که الان توی فهرست های این دو جناح قدرت قرار گرفتن، نادیده گرفتن مردم ایران. میانگین شرکت کنندگان در انتخابات در چند دوره اخیر زیر 50% بوده. میانگینش رو عرض می کنم. یعنی در بدترین حالت اگر همه کسانی رو هم که در انتخابات شرکت می کنند مرید قلبی و خالص این دو گروه و راه و روششون حساب بکنیم، بازم بالای 50% مردم این جامعه برخوردشون با انتخابات برخوردی سوای دعوای اصولگرایان و اصلاح طلبان و جناح‌های قدرتی. اولین نکته ای که من میخوام اینجا با صراحت بگم اینه که تو بحث امروز من با دعوای خانگی این دو تا گروه کاری ندارم. سطح بحث کسانی که در انتخابات شرکت نمی کنند بالاتر از سطح بحث مربوط به اختلافات اصولگرایان و اصلاح طلبانه و همه سرنوشت این کشور هم توی دیدگاه های این دو تا جناح و توی اختلاف و بحث این دو تا گروه با هم خلاصه نمیشه. چون بحث امشب راجع به انتخاباته، من اجازه میخوام ابتدا به طور مختصر این سوال رو با هم مرور کنیم که اصلا انتخابات یعنی چی؟ بگذارید آب رو از سرچشمش برداریم تا آلودگیش کمتر باشه. انتخابات یه روش سیاسی است که با جنبش مشروطه و از بیرون و به طور مشخصتر از غرب وارد ایران شده. پیش از مشروطه ما نه مجلس داشتیم و نه انتخابات و نه این نهادها رو اصلا می شناختیم.
نه در ساختار سیاسی قرون گذشته همون که استبدادی بوده است ردی از این مفهوم وجود دارد و نه مثلا در فقه امامیه یا سایر مذاهب اسلامی. نهادی است محصول اندیشه سیاسی قرن و به ویژه برخواسته از این نظریه است که حق حاکمیت مردم منبعث از مردم و اراده مردمه و به همین دلیل هر گونه اقتدار سیاسی از مردم سرچشمه میگیره، نظریه‌ای که عمدتاً رهابرده انقلاب فرانسه است. پس بجاز وقتی امروز در این بحث از انتخابات صحبت میکنیم معنیش رو از سرچشمش بگیریم و مبنای بحثمون روشن‌تر میشه کار قرار. خب در این مفهوم قرار حاکمیت تبلور اراده و خواست مردم باشه. به این ترتیب انتخابات در ساده ترین و کلی ترین بیانش اینه که چون حضور یا اجلاس انبوهه مردم برای تصمیم گیری درباره سرنوشت خودشون عملا ممکن نیست، این کار به وسیله نمایندگانشون صورت میگیره که تعدادشون کمتره و اجلاس و تصمیم گیریشون هم آسان‌تر. پس نمایندگانی که جای مردم میشینن و تصمیم میگیرن باید نمونه معرف کل و بیان کننده اراده عمومی مردم باشن. اما اینجا شما با نظامی طرف هستید که مسئولین تراز اول و تعیین کنندش و سیاست رسمیش صراحتاً از خودی ها و غیر خودی ها بحث میکنه و بینشون تفکیک قائل میشه. انقلاب نباید به دست نامحرمان و غیر خودی ها بیفته. غیر خودی ها نباید در جایگاه تصمیم گیری باشن. این منظماً و به طور مداوم تکرار میشه، بهش تاکید میشه، تمامون در جریانش هست. جمهوری اسلامی در این زمینه بلا تکلیف و سردرگم نیست. موضع خودش رو به طور خیلی روشن و صریح اعلام میکنه. این بعضی از نیروهای بیرون قدرتن که بلا تکلیف و سردرگمند یا با خودشون و با مردم صداقت ندارن. به ترتیبی که گفتم تکلیف خودی ها و غیر خودی ها روشنه و راه های اونها هم از هم جدا میشه. من میخوام اساس و ریشه این دو نوع برخوردی رو که با انتخابات وجود داره روشن کنم تا بتونیم دلیل هر کدوم از این دو تا برخورد رو بهتر درک کنیم. بلا قضاوت هایی که دربارش میکنیم بی اساس خواهد بود. توجه بفرمایید، حاکمیتی که خودش بخشی از مردم جامعه رو غیر خودی و نامحرم اعلام و از مداخله و مشارکت اونها در تعیین سرنوشت جامعه جلوگیری میکنه، چطور انتظار دارد همین غیر خودی ها در انتخابات شرکت کنند و به کسانی که مورد قبولشون نیستند رأی بدن؟ من اینو نمیفهمم. مثلا خیلی ساده است. اما از طرف دیگه شما خودی هایی رو هم دارید که در رقابت بر سر قدرت بادآورده و ثروت بادآورده دست اونها رو از قدرت کوتاه کردند و برای رسیدن به سهم بیشتر از کیک قدرت سیاسی تقلا میکنند. همانقدر که شرکت این خودی ها تو انتخابات برای به دست آوردن سهمشون، به دست آوردن دوباره سهمشون طبیعی است، عدم شرکت غیر خودی ها هم طبیعی است. ما درک میکنیم چرا دوستان اصلاح طلب در انتخابات شرکت میکنند و علاقه دارن تعداد هرچه بیشتری از مردم هم در انتخابات شرکت کنند به شرطی که به اونها رأی بدن. اما برای اینکه ما هم امروز کلیشه های تکراری اونها رو باز اینجا تکرار نکنیم و به درک روشن‌تر و درست‌تری از موضوع برسیم، من مایلم شنونده های این بحث به ریشه این مسئله توجه کنند. اینجا اختلاف بر سر دو نحوه نگرش مختلف، دو برخورد متفاوت. آقای دکتر زرفشان، من اجازه میخوام که برگردم به این ادامه این بحث با شما. از همین نقطه اجازه بدین نظر آقای گنجی رو هم بدونیم. آقای گنجی، شما به نوعی به مشارکت اعتراضی اعتقاد دارین. آقای گنجی، این دیدگاه شما با نقدهای بسیار جدی مواجه میشه، اینکه این سلب کردن چه چیزی رو ایجاب میکنه؟ چه چیزی جایگزینه؟ چه پدیده‌ای خواهد شد؟ منم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و آقای زرفشان و هموطنان عزیز. اجازه بدید من در مورد نکاتی که آقای زرفشان فرمودن چند نکته را عرض بکنم. اولا ایشون فرمودن که میزان مشارکت همیشه میانگینش پایین 50% بوده. مطابق
آمارهای رسمی میانگین یعنی مشارکت انتخابات حداقل در نه دوره مجلس شورای اسلامی 51% بوده و حداکثر 71% بوده. یعنی مجلس اول 52%، مجلس دوم 64%، مجلس سوم 59%، مجلس چهارم 58%، مجلس پنجم 71%، مجلس ششم 67%، مجلس هفتم 51% که پایین ترین بوده، مجلس هشتم 51%، مجلس نهم 64%. این میانگین آمار رسمی که بیان شده برای مشارکت. نکته ای که آقای چند رقمه؟ من میانگین رو عرض کردم. خب میانگین دور برای 50. بله. آقای ظرفشان اجازه بفرمایید برمیگردیم حتما به این بحث. بفرمایید. حداقل 51% بوده، حداکثر 71% بوده. میانگین این نمیشه زیر 51%. این نکته اول. نکته دومی که میخوام عرض کنم اینه که آقای ظرفشان اون چه راجع به انتخابات میگن درسته که انتخابات یک معنایی داره که اون معنا الان تو جمهوری اسلامی ازش سلب شده. یعنی این نظام نظامی هستش که افراد رو به خودی و غیر خودی تقسیم میکنه و غیر خودی ها رو از بسیاری از حقوق سیاسی و اجتماعیشون سلب میکنه حقوقشون و اینا رو به حاشیه میرونه. این یک واقعیتیه که هر کسی میتونه اینو اذعان بکنه و این چیزی نیستش که آقای ظرفشان بخواد بگه، اصلا خود همین حکومت رسمی اینو بیان میکنه. در همین انتخابات این 5-6 هزار نفری که رد صلاحیت شدن، اتفاقا اینا از خودی ها بودن که رد صلاحیت شدن و حکومت همین خودی ها رو به ناخودی کرده. اینا که افراد کمونیست یا مثلا بیدین یا آتئیست یا اینجور افراد نبودن که، اینا کسانی بودن که خودشون هم میگفتن که ما در چارچوب همین نظام داریم فعالیت میکنیم. این نظام دائما خودی ها رو غیر خودی میکنه. اما سخن اینه، یعنی این نظام انتخابات رو تا حدود زیادی معناشو ازش گرفته و اون معنای واقعی که انتخابات باید داشته باشه و داره الان در جمهوری اسلامی نداره. اما سخن بر سر اینه که آیا این جمهوری اسلامی این رفتار رو فقط با نهاد مدرن انتخابات کرده یا نه این بلا رو بر سر نهادهای دیگر هم آورده. صحبت سر اینه که دقیقاً جمهوری اسلامی همین بلایی که بر سر نهاد انتخابات آورده بر سر دیگر نهادهای مدرن آورده. من 3 تا نهاد مثال میزنم. یکی نهاد دانشگاه است. جمهوری اسلامی دقیقاً همین رفتار رو با نهاد دانشگاه کرده. در دانشگاه ها با انقلاب فرهنگی غیر خودی ها رو 37 سالی که پاکسازی میکنن رو بیرون میکنن. حالا اون بخش غیر خودی چیکار میکنه؟ آیا استادان و دانشجویان دانشگاه ها رو تحریم میکنن به خاطر اینکه جمهوری اسلامی همین رفتار رو با دانشگاه ها کرده و دانشگاه ها رو اسلامی کرده یا نه استادای سکولار اگه تو دانشگاه بهشون اجازه تدریس بدن میرن و در دانشگاه ها تدریس میکنن؟ دانشجویان غیر خودی اگه بهشون اجازه به ورود به دانشگاه بدن میرن و در دانشگاه تدریس درس میدن. در حوزه آزادی مکتوب یعنی در کتاب و رسانه جمهوری اسلامی همون بلایی که سر انتخابات آورده سر آزادی بیان آورده و سر آزادی مکتوب آورده. یعنی کتاب ها به شدت سانسور میشه، رسانه ها مطبوعات به شدت سانسور میشه و اون معنای واقعی نداره. حالا مخالفین چیکار میکنن؟ از این نهاد استفاده میکنن یا نمیکنن؟ یعنی به آقای ظرفشان موقعی که جمهوری اسلامی، چون کتاب با مجوز در میاد در جمهوری اسلامی، آیا موقعی که جمهوری اسلامی اجازه میده کتاب آقای ظرفشان در بیاد، آقای ظرفشان کتاب در میاره یا نه؟ میگه چون اگر من کتاب در بیارم به این نظام و این سیستم خودی و غیر خودی سازی مشروعیت میدم، کتابم در نمیارم. چون الان حتی من به شما مثال میزنم، افرادی هستن که از حمله نظامی به ایران دفاع کردن، از تجزیه ایران دفاع کردن، کتاباشون در ایران منتشر میشه. خب وقتی این افراد بیرون نگاه میکنن میگه به 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 چه رژیم خوبیه. حتی به افرادی که حمله نظامی به ایران دفاع میکنن، از تجزیه ایران دفاع میکنن، کتابشون زیر انتشار میده. خب اون افراد برای اینکه نشون بدن این رژیم سیاه و پلیدی هستش که دیکتاتوری هستش که این کارا رو میکنه، نباید کتابشون رو در بیارن که این رژیم مشروعیت پیدا بکنه از این طریق. در روزنامه ها هم اینطوره. همین افرادی که به شما گفتم تو روزنامه‌های موجود ایران اگر ازشون مقاله‌ای چاپ بکنن یا باهاشون مصاحبه بکنن، مصاحبه میکنن، تحریم نمیکنن.
جمهوری اسلامی با نهاد وکالت چیکار کرده؟ اتفاقا آقای ظرفشان وکیلی و بهتر از هر کسی میدونه که جمهوری اسلامی چیکار کرده. الان با آیین‌نامه‌ای که تصدیق کردن برای همین کانون وکلا، رئیس قوه قضاییه یعنی همین آقای صادق لاریجانی 5 نفر یه هیئت 5 نفر رو انتخاب کرده، نظارت میکنه بر انتخاب وکلا. هر وکیلی هم بخوان پروانه‌اش رو لغو میکنن. حالا وکلا چیکار میکنن؟ چون جمهوری اسلامی همین کار رو کرده، وکلای خودی رو میپذیره، غیر خودی رو حذف میکنه، وکلا تحریم میکنن انتخابات کانون وکلا رو. یعنی الان اگر با آقای ظرفشان و خانم نسرین ستود اجازه بدن که برن وکالت بکنن، نمیکنن. من قطعا میگم باید بکنن. قطعا اگر امروز به خانم نسرین ستود حق بدن که وکالت بکنه خانم آقای گنجی، اما انتخاب شغل مشارکت اعتراضی نیست. نه ببینید، دارم میگم جمهوری اسلامی در تمامی جاها، در تمامی عرصه‌ها نهادهای مدرن مانند نهاد انتخابات رو خودی و غیر خودی کرده، سانسور وضع میکنه و اجازه نمیده. اگر ما میگیم که چون رژیم جمهوری اسلامی خودی و غیر خودی میکنه و به خاطر این معنای این نهادهای مدرن ازش گرفته، پس باید اونهایی که باشون غیر خودی میشه این نهادها رو تحریم بکنن، خب این یه حکمیه که باید حکم یک بام و دو و هوایی نباشه، در تمامی نهادها رو در بر بگیره. ولی اون بحث محسوب، شما چه بخواهید چه نخواهید، در ذیل این رژیم دارید زندگی میکنید و این رژیم قوانینش رو بر شما سیطره داده. شما از منافذی که وجود داره استفاده میکنید برای گذار به دموکراسی، و اینو من تو بحث بعدیش توضیح. آیا به اعتقاد شما، خیلی کوتاه آقای گنجی، آیا به اعتقاد شما مشارکت اعتراضی که شما نامگذاری کردین از سیطره، از دامنه سیطره حکومت خواهد کاست؟ بله، بنده دارم دفاع میکنم. بحث من اینه که رژیم موجود یک رژیم دیکتاتوری ناقض حقوق بشره و ما باید گذار بکنیم به یک نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر. بحث بر اینه که آلترناتیوامون چیه، بر سر این بحث کنیم. یعنی آقای ظرفشان بگه که برای گذار به دموکراسی چه کار باید کرد، بنده هم بگم باید چه کار کرد، اون موقع میشه اینو توضیح داده. برمیگردیم به این بحث. آقای دکتر ظرفشان بفرمایید که شما رسیدیم به این نقطه که تقابل دو دیدگاه رو توضیح بدین، در خدمتتون هستیم، بفرمایید. عرضم خدمتون، من لازمه اول بگویم قیاسی که آقای گنجی کرد قیاس معالفارقه. این که تو دانشگاه بذارن من برم درس بدم، کار بکنم یا کار نکنم، وقتی نگذاشتن نمیرم، وقتی هم رفتم اونچه که به نظرم میرسه، اونچه که فکر میکنم علمیست، اونچه که فکر میکنم مبنا با اعتباری داره رو بیان میکنم. اگر جلومو گرفتن نتونستم حرف بزنم، حرف نمیزنم. اما تو انتخابات به معنیش دقت بکنید، ذات و ماهیت انتخابات با نهادهای دیگه که ایشون خودش اشاره کرد که همین اتفاق توش میفته و تلویحاً پذیرفت آقای گنجی که پس در زمین انتخابات یه همچین وضعیت حاکمه، تو انتخابات فقط غیر اینه. قیاس انتخابات با قیاس دانشگاه یا قیاس با مشاغل که اگر شما رو پذیرفتن شغلتو، اگر نتونید نپذیرفتن، اگر نپذیرفتندت نمیری، اگر پذیرفتن موافقم نبودی میری، قابل مقایسه با انتخاب نیست. وقتی موضع روشن خود جمهوری اسلامی اینه که تو در تصمیم گیری راجع به امور کشور حق دخالت نداری، من در انتخابات چی کارم؟ هم حق دخالت ندارم آنچه که فکر میکنم، یا اون کسی که نمایندمه رو حق ندارم، جلوشو میگیرن، هم باید برم رای بدم. به کی رای بدم؟ این مطلب خیلی ساده است. وقتی برگزار کنندگان این مسابقه تصمیم گرفتن من تو این مسابقه نباشم، حضور قاچاقی بنده در مراسم وزن کشی چه معنی داره؟ مضحک‌تر من اینم اینجا بگم، رفتاری دست که رفتن به عنوان داوطلب انتخاب شدن شرکت کنن، اونها را راه ندادن، و اون وقت برای سرگرمی خودشون یه سناریوی کوچکتر شبه انتخابات درست کردن به اسم انتخابات مجاز، یعنی ادای انتخابات رو در مقیاس کوچکتر بین خودشون در آوردن و ظاهرا در سایتی که برای این منظور به نام انتخابات مجازی را انداختن، اسم بنده را هم بدون اجازه و اطلاع خودم در کنار کسانی که هیچ گونه سنخیت فکری، هیچ گونه تشابهی به اونها ندارم گذاشتن. نگاه کردم دیدم خود اونها هیچ گونه سنخیتی با هم ندارن. آیا هیچ شکل جدی‌تر و واقع‌تر مبارزه سیاسی وجود نداره؟ یکی از جواب‌هایی که این دوستان اصلاح طلب میدن اینه که خب الان تلویحاً آقای گنجی داشت میگفت
اینه که تو با شرکت و انتخابات بازی رو به هم میزنی و مانع میشی کار به اون صورت که برنامه ریزی کردن انجام بشه. اما به نظر من با معذرت دروغ اصلی و تخم فریب همین جاست، چون انتخاب ها قبلا صورت گرفته. فرقش اینه، انتخاب ها قبلا صورت گرفته، خاصیت شرکت کردن من فقط بارو بلدن آماره. پس من نیستم که در ابتدا تصمیم گرفتم رأی ندم. در میان اون کسانی که باید به اونها رأی داد، هیچ کسی رو که نماینده من یا نزدیک به انتخاب من باشه باقی نگذاشتم. برای شرکت تو این دوگونگی خودی ها با هم دیگه، من غیر خودی چه کاره ام؟ آخه اینو چه جوری میشه با بقیه مقابل؟ معنی این و معنی این اصطلاحی که اخیراً باب شده که شرکت اعتراضی یعنی چی؟ چه جوری اعتراض کنم؟ برای من فرق نمی کنه. حالا توضیح خواهم داد که از این جناح یا اون جناح باشه، چون اون جناح هم در واقع دنبال سهم خودش از کیک قدرته. هدفش انتخاب شدنه. انتخابات و پارلمان برایش یه وسیله نیست برای حاکم کردن ارائه مردم. دوستان اصلاح طلب حق دارن و طبیعی است که بخواهن در انتخابات شرکت کنن، چون اونا خودی هستند و دعواشون هم بر سر سهمشون از کیک قدرته، نه بر سر مسائل و مشکلات جامعه و مردم. برای اونا یه همچین موضعی طبیعی است. اما این دعوا چه ربطی به درصد بزرگی از جامعه داره؟ حالا زیر 50%، دوروبر 50%. آقای ظرفشاه ممنونم. آقای گنجی، شما آقای ظرفشاه رسیدیم به یه نقطه. آقای ظرفشاه میگه انتخاب ها صورت گرفته، چرا رأی بدیم؟ شما میگین انتخاب ها صورت گرفته، بیاین و این روند رو به هم بزنیم. درست میگم؟ نه، اجازه بدید من چند نکته. اولا که بحث تحریم و یا شرکت در انتخابات و ما تبدیل به یه بحث ناموسی نکنیم و اینکه یه عده خائن، یه عده فریبکارن، یه عده دروغگو. ما داریم دوستانه با هم دیگه گفتگو میکنیم، نظرامونو میگیم، از این تعابیر بهتر استفاده نکنیم و در شأن دوست عزیزم آقای ظرفشان هم نیستش. ما داریم با هم دیگه گفتگو میکنیم. در همه جای دنیا خائن، ببخشید این کلمه رو هیچ کس به کار نبرد. نفرمودید آقای ظرفشان، آقای گنجی بفرمایید. من برای آقای ظرفشان احترام زیادی قائل هستم و آقای ظرفشان تلویحی هم نمیگم، تصریحی میگم که تو این جامعه خودی و غیر خودی میکنه و عده زیادی رو حذف میکنه. میکنه یکیش خود آقای ظرفشانی که زندانی هم شده در همین جمهوری اسلامی. خود بنده جزو همون بخش هستم. هیچ کتابی در از من اجازه ندارم در جمهوری اسلامی منتشر کنم، حتی یک مقاله. فقط فحاشی و اتاکی به بنده آزاد هستش. ببینید، بحث سر این نیستش. بحث سر اینه که شما موقعی که دارید در همه دنیا رقابت سیاسی برای گرفتن قدرته، در همه دنیا مبارزه، در همین آمریکاش مبارزه دارن میکنن خانم هیلاری کلینتون و ساندرز و یا ترامپ و اینا، برای چی میکنن؟ برای گرفتن قدرته. همه برای قدرته، برای ثروته. و در همین آمریکا که شما دارید میبینید که در انتخابات مجلسش کمتر از 36% شرکت میکنن در انتخابات کنگره و از مردم نظرسنجی کردن، 7% کنگره اعتبار میانه مردم داره. و جا این خودشون هم میگم به خاطر اینکه این کنگره در خدمت اون 1% پولدار جامعه هست، ثروتمند جامعه هست. اصلا کنگره اعتبار میانه مردم داره، 7% اعتبارش. در همه دنیا، در دموکراسی هم همین وضعه. پس این فکر نکنیم که در یک جاهایی مبارزه برای مثلا یک ارزش های والاست. نه، در همه جا مبارزه سیاسی برای قدرت، هر گونه قدرت رو بگیره برای راهبری به یه اهداف. ببینید، تحریم انتخابات، البته من قبول دارم حق افراد هستش، حق آقای ظرفشانه، حق کسانیه که جمهوری اسلامی اونها رو حذف کرده انتخابات رو تحریم کنن، حتی حق کسانی هستش که خودی محسوب میشن انتخابات رو تحریم بکنن. اینو ما نباید ناموسیش بکنیم. ولی تحریم انتخابات فایدهش چیه؟ یعنی از اینجا بحث بکنیم. موقعی که 60-70% مردم در انتخابات شرکت میکنن، 70% مردم در انتخابات شرکت میکنن، اینا میگن تحریم بکنیم انتخابات و مردم تو خونه ها بشینن. و این یک بچه سمبولیک داره، یعنی تحریم انتخابات به عمل سیاسی خط نمیشه، صرفا یک بچه سمبولیک داره. و این بچه سمبولیک یعنی اینکه خیابونا رو خلوت باشه و ما نمایش بدیم که مردم نیومدن. خب، ولی ما میدونیم که در همین انتخابات موجود
بر اساس آخرین نظرسنجی که یک مؤسسه معتبر در آمریکا کرده که اینم توی یک دو روز آینده منتشر میشه، بیش از گفتن 75% مردم گفتن در این انتخابات شرکت میکنن. 75% مردم تا روز یک شنبه گفتن در انتخابات شرکت میکنیم. حالا بکنیمش 70%. اگه 70% مردم هم در انتخابات شرکت کنن، یعنی بالاترین رقمیه که جمهوری اسلامی داشته. اون موقع این افرادی که اومدن تحریم کردن، تمامی این گروهایی که تحریم کردن، یعنی میزان تأثیرشون در این امر 0% میشه. به خاطر اینکه پایین‌ترین مشارکتی که جمهوری اسلامی اعلام کرده 50% بوده، بالاترینی که اعلام کرده 70% بوده، یعنی اون موقع شما تحریم کردید و هیچ نقشی نداشتید. اما مشارکت اعتراضی یعنی اینکه شما میاد به نمادهای اصلی رژیم و اون نمادهایی که نماینده شکنجه، ترور، خشونت هستن به اینها نمیگید. اونهایی که تو ترور بودن، تو شکنجه بودن، تو سرکوب مردم بودن، اینها رو بهشون رأی منفی میدید. این یعنی از اینجا اون موقع شما میتونید با آمار و رقم نشون بدید این نگفتن به سرکوب و داعشیگری و خشونت‌هایی که خامنه‌ای با نمادهاش دارن. رأی اعتراضی اینه که ما میتونیم به نحو مثبت مخالفت خودمون رو با این شیوه ها نشون بدیم. رأی اعتراضی هستش به نمادهای اصلی، میگم، خشونت، سرکوب، شکنجه، ترور. ممنونم. آقای زرفشان، شما میفرمایید که در این مرحله وقتی که چنین تقسیم بندی صورت گرفته، اصلا چه لزومی داره که در انتخابات شرکت کرد؟ بعد چگونه باید از این مرحله گذر کرد؟ آقای گنجی میگن که پیش بینی شده 70% در انتخابات شرکت میکنن و 30% خب طبعا شرکت نمیکنن. آیا فکر میکنید که این 30% قابل تسری خواهد بود در آینده؟ چگونه باید راهبری کرد جامعه رو؟ یعنی در واقع این نگاه ها به کدوم سو باید برگرده؟ بله، مسئله مهمی مطرح کردید و این پیش بینی ها، خیلی از این پیش بینی ها دیدیم مبنا رو، مبنای بحث رو رو اون پیش بینی ها، حالا لطفا نگذارید. اما پیش از یه خلطی شد، من پیش از این که مشخصا اون چه فرمودید رو جواب بدم، این رو میخوام تفکیک کنم، از هم جدا کنم و از دوست عزیزمون آقای گنجی هم بخوام توضیح بدم دربارش. ایشون گفتن همه جا مبارزه. ضمناً خواهش میکنم، من هر سهمی از این وقت دارم، شاید بعد دیگه صحبت نکنم، اجازه بدید که از این وقت استفاده کنم چون موضوع حساس، بازش کنید. بفرمایید. ایشون گفتن همه جا مبارزه بر سر قدرت. تو امریکا مثال دادن، این بر اون بر بر سر قدرت، قبول، مبارزه بر سر قدرت. سوال من، سوال مشخص اما مصرم جوابی ازش بگیرم، اینه که این قدرت هدف یا وسیله است؟ میخوام حالا خودم بدم نظرم. ببینید، نه اجازه بدید. آقای گنجی اجازه بفرمایید. مبارزه سیاسی منحصر به انتخابات نیست. تو مبارزه سیاسی باید از همه امکانات، از همه روش‌ها و ابزارهای ممکن به اقتضای مورد استفاده کرد. علاوه بر انتخابات، جنبش‌های مطالباتی، تظاهرات سیاسی، اعتصابات کارگری، اعتصاب عمومی سیاسی، همون روشی که باش رژیم گذشته معالم سرنگون شد، همه اینها از روش‌های مبارزه سیاسی است که انتخابات و مجلس هم در کنار اینها یکی از این روش‌هاست. خواسته‌های گوناگون، کوچک یا بزرگ، تو جامعه مطرحه و برای رسیدن به هر خواسته‌ای باید روش مناسب کار رو، حالا هر چی، منحصر به انتخابات نیست، پیش گرفت. تحلیل مشخص از هر وضعیت مشخص نشون میده که در اون وضعیت تاکتیک ها و روش های مناسبی که باید اتخاذ کرد چه روش هایی است. انتخابات هم به عنوان یکی از روش ها، اما همراه با همه روش ها و افزارهای ممکن دیگه مطرحه که بعضی هاشون رو اسم بردم. اما راه پیدا کردن به مجلس هدف نیست. بله، همه جا دنبال قدرتن، برن تو قدرت سیاسی شریکشن، اما نه به عنوان هدف. در شرایطی میتونه یکی از وسیله ها باشه. اما از هفت، اینو من میخوام بگم، از 76 به بعد رفتن به مجلس برای این دوستان شده هدف. من میخوام بپرسم چرا اصلاح طلبان از همه انواع تکلیفمون با اون جناح که روشن، آقای گنجی هم به طور تلویحی حتی تصریحی پذیرفت. اما میخوام بپرسم چرا اصلاح طلبان، میایم سر دومی دیگه، باید یه معنی داشته باشه این رأی اعتراضی وقتی من به نمادهایی که نماد سرکوبند رأی نمیدم
میرم به یک کسی دیگه باید رأی بدم. دو تا گزینه هم که بیشتر تو این انتخابات مطرح نیست. من میخوام بپرسم چرا اصلاح طلبان از همه انواع دیگه مقاومت وحشت دارن و باش مخالفت میکنن؟ که تعارف رو درگاسی نداره، هممون بودیم تو این جامعه بودیم و میشناسیم. به نظر من علتش اینه که اونها فقط دنبال تامین سهم خودشون و مزایای حاصل از شراکت در قدرتند. این تفاوتشه که همه دنبال قدرت هستند، اما این قدرت هدف یا وسیله است برای نمایندگی کردن خواستهای مردم. به همین دلیلم که هدفشون سهم خودشونه، باید همین شرایط فعلی رو به شرط تامین سهم خودشون توش حفظ کنن تا به این نتیجه برسن. چرا؟ روشنه. برای این که تو ایران قدرت بادآورده دنبالش ثروت بادآورده میاد. نتیجهش اینه که این احزاب و گروه های اصلاح طلب هم اونجوری که تکلیفش روشن، اصلاح طلب هم شده به اصطلاح احزابشون فقط ماشین شرکت در انتخابات. از روزی که اینها به وجود اومدند جز به انتخابات به هیچ نوع فعالیت سیاسی دیگه فکر نکردند. جز انتخابات و سهمی که با انتخابات از قدرت ممکنه نصیبشون بشه، داخل این گروه هم هیچ نوع فعالیت سیاسی دیگه مورد بحث نبوده، باش آشنایی ندارن. مثل چی آقای دکتر زرافشان؟ مثل چی؟ عرض کردم اعتصابات، اعتصاب سیاسی سراسری شاهد هستیم. گروه هایی هستن فصلی و موسمی، نه دائمی. در سرتاسر دوره 4 ساله یه انتخابات تا انتخابات بعدی این گروه ها غیر فعالند، فراموشند و هر 4 سال یه بار از چند ماه مونده به انتخابات باز آفتابی میشن و شروع میکنن به دستبندی و سیاست بازی. و خدمت شریفتون عرض کنم که بند و بسای پارلمانی و این چیزا. آقای زرافشان، من برمیگردم به ادامه این بحث با شما اگر اجازه بفرمایید. آقای اجازه بدید من دو تا کلمه بفرمایید. چون این به اصطلاح احزاب و گروه ها از ابتدا فقط برای انتخابات ساخته شده اند، چرا من رأی اعتراضی رو قبول ندارم؟ چون وقتی اون نمادها رو به قول آقای گنجی گفتم نه، مجبورم به اینا بگم بله و الا مفهومی نداره، نمیفهمم پس شرکت اعتراضی معنیش چی میشه. چون این احزاب و گروه ها 2 خردادی رو عرض می کنم از ابتدا فقط برای انتخابات ساخته شدند، به درد مبارزه اجتماعی سیاسی نمی خورند. بی تعارف، این توهین نیست، امیدوارم به کسی بر نخورد. افزار مبارزه سیاسی نیستن چون از اول برای این کار ساخته نشدند. اعضای اینا برای فعالیت سیاسی غیر از انتخابات تربیت نشدند، بلکه ماشین های انتخاباتی هستند که برای رفتن به مجلس و گرفتن یه سهم از قدرت و مزایای قانونی و غیر قانونی ساخته شده اند. به همین دلیل هم از من نخواهید که حالا مصداق‌هاشو فرق دارم یا بگم همین طرف. اجازه بدید 2 دقیقه. به همین دلیل هم همین که این راه یعنی برد در انتخابات رو بروشون بسته شد، انگار که به وجود ندارن. اینا در حالتی هم که موفق بشن و سهمی نصیبشون بشه چند تا فراکسیون پارلمانی هستند، نه حزب. معنای حزب و سازمان سیاسی و فعالیت سیاسی این نیست. بنابراین میمونه این دوتا انتخاب، یکی اون طرفه که آقای گنجی میگوید نماد سرکوب و شکنجه و اختناق و الوبر، یکی هم این جماعت هستن. من این جماعت رو اینطوری میشناسم، برای اینها اولا اینها با همه روش های مبارزه سیاسی غیر انتخابات مخالفن، ما برخورد باشون داشته ایم، به شدت مخالفن، کار نمی کنن، کار سیاسی چیزی غیر انتخابات رو نمی شناسن. ثانیاً به دست گرفتن قدرت سیاسی آقای زرافشان، عذر می خوام آقای زرافشان، فرصت ما محدود، عذرخواهی می کنم آقای گنجی. آیا اون چه که شما می فرمایید که نباید به برخی از نمادها رأی داد و کسان دیگه جاشون انتخاب بشن، باعث احیای این نهادها خواهد شد؟ اجازه بدید که من اول یه دو سه تا نکته بگم. همون میزان فرصتی که با آقای زرافشان دادید خواهش میکنم به منم بدید. ببینید آقای زرافشان با من گفتگو میکنن، ولی در این حال با من گفتگو نمیکنن، با اصلاح طلبای داخل کشور گفتگو میکنن. قرار بود من آقای زرافشان گفتگو نه، اجازه بفرمایید آقای زرافشان اجازه بفرمایید فرصت استفاده کنیم. ارادت دارم خدمت شما. ببینید آقای زرافشان قرار با من گفتگو کنن، ولی همه حملاتشون معطوف به اصلاح طلبای داخل کشوره. خب موازه ما یکسان نیست، ولی در این حال من خدمت شما بگم نکاتی که آقای زرافشان راجع به اصلاح طلبا میگن
به نظر من داوری منصفانه و عادلانه ای نیست. اولا شما ببینید همین نمونش، آقای مهندس موسوی، خانم رهنورد، آقای کروبی الان 5 سال زندانی هستن، آقای تایزداده 6 سال زندانی هستش. خب بعد از همین 88 ببینید اینا هر کدومشون 6 سال 7 سال 5 سال 4 سال رفتن زندانی شدن. این بی انصافی نیست که بگیم اینا هیچ روش مبارزاتی هیچ چیزی رو قبول ندارن، فقط و فقط دنبال قدرتن. خب این همه اینا زندانی دادن پس چی بوده؟ آقای سعید حجاریان رو ترورش کردن، فلجش کردن، فقط دنبال قدرت آقای حجاریان. خب آخه این داوری انصافی نیست. این بحث جامعه مدنی، کار کردن در جامعه مدنی رو میشه تاریخی رفت عبود. من مکتوباتش رو به شما نشون بدم که چه کسانی تو ایران مطرح کردن. خود نافرمانی مدنی رو یکی از اولین کسایی که تو ایران مطرح کرده بنده بودم. تاریخ مکتوبات من موجود هستش، میتونم با تاریخ بهتون نشون بدم. دیگران هم قبل از من مطرح کردن. خب این بحثا رو نمیشه بگیم که اینا هیچی بلد نیستن جز شرکت در انتخابات. خب اگه اینا برای چی بردنشون زندان؟ برای چی اینا رو 5 سال 10 سال همین رژیم زندانی کرده و هر کدومشون هم یه عالمه حکم دارن؟ ما در داوری منصف باشیم، یعنی همونطور که آقای زرافشان رو باید بگیم که این جامعه حقوقش رو سلب کرده و مورد ظلم و ستم این رژیم واقع شده و حقوقش چی شده، احمد زیدآبادی، نیروهای ملی مذهبی، نیروهای ملی نهضت آزادی، نیروهای اصلاح طلب، اینا رو هم همین بلاها رو سرشون آوردن. اینطوری نیستش. این در مورد اون نکته که به نظر من باید داوری ما داوری منصفانه باشه و این داوری داوری منصفانه نیست. آقای موسوی، آقای کروبی، اینا بر تمام اساس تاکید مهندس موسوی بر کار بر روی شبکه‌های اجتماعی بود و اینو نمیشه اینا رو اینا. آقای گنجی اجازه میدیم برگردیم به انتخابات؟ اجازه بدید بریم سر انتخابات. ببینید بحث سر اینه، مسئله اصلی اکبر گنجی دارم میگم، مسئله گذاره به دموکراسی. خب برای گذاره به دموکراسی چه چیزایی در مقابل ما هست؟ یکی انقلاب و سرنگونی هست، همون که آقای زرافشان الان تاکید کردن تو صحبتشون. خب حالا بگذاریم اینکه سرنگونی ها بسیاریشون به دموکراسی ختم نشده، از جمله سرنگونی زمان شاه که به دیکتاتوری بدتر جمهوری اسلامی منتهی شد. خب سوال من اینه، آیا ما الان در وضعیت انقلابی قرار داریم؟ نه، قرار نداریم. این یه آلترناتیو. آلترناتیو دوم مدلیه که تو کشورهای منطقه شد، یعنی حمله نظامی آمریکا و همپیمانانش به عراق، به افغانستان، به لیبی و بلایی که سر سوریه آوردن و یمن و کل منطقه رو نابود کردن. قطعا من میدونم که آقای ناصر زرافشان، من راجع به جنگ طلبا صحبت نمیکنم چون ما جنگ طلب و تجزیه طلب هم داریم، آقای ناصر زرافشان یکی از چهرهای درخشانی بودن که همیشه با این مداخلات جنگ طلبانه با این چیزا مخالف بودن. موضعشون اگر تندتر از من نباشه کمتر از بنده هم نیستش. خب اون مدلی هم مدلیه که نتیجهشو پس داده. پس ما در وضعیت انقلابی نیستیم. یک، ما اون مدل‌های حمله نظامی رو قبول نداریم چون تمام ساختارهای منطقه رو نابود کرده به نفع یک دولت خاص، به نفع اسرائیل، و هیچ دموکراسی هم به بار نمیاره، فقط کشورها رو نابود میکنه. یه مدل دیگه هم اینه که مشی مبارزه مسالمت‌آمیز برای گذار به دموکراسی. خب این مشی مبارزه گذار به دموکراسی رو من قطعا قبول دارم، نمیشه تقلیلش داد، فروکاستش فقط به انتخابات. بعد در جامعه مدنی کار کرد، نافرمانی مدنی هم یکی از اشکال مبارزه است. باید مردم رو سازماندهی کردش، در سازمان‌های مختلف باید سندیکا درست کرد، اتحادیه کارگری درست کرد، همه این کارا رو کرد. اما همه این کارا برای چیه؟ بعد دموکراسی محصول موازنه قوا میان دولت و جامعه مدنیه. شما به میزانی که جامعه مدنی رو قدرتمند کنید، بسازیدش، فعالش کنید، قدرت دولت رو کاهش میدید. در نهایت این دوتا باید با همدیگه به یک جایی وارد مذاکره بشن. من بر اساس تجربه های موفق گذار به دموکراسی صحبت میکنم، تجربه شیلی، تجربه پرتغال، تجربه اسپانیا. اتفاقا آقای زرافشان میدونه چپ ها چیکار کردن در شیلی. چپ ها چیکار کردن؟ میگه پینوشه نرفتش ما زد و کشتش و یک حکومت سوسیالیستی منتخب مردم با کودتا سرنگون کرد. خب چیکار کردن؟ بر اساس مبارزه مسالمت آمیز در یک جایی که خودشون قوی کردن با همین پینوشه نشستن. پینوشه‌ای که آلنده رو کشته بود، پینوشه‌ای که هزاران نفر قتل عام کرده بود، نشستن مذاکره کردن،
و آقای گنجی ما از اجازه بدین یه مقدار از مستاق‌های تاریخی دور شیم. آقای گنجی فرصت اونم رو به پایانه. آیا به اعتقاد شما مشارکت آقای گنجی مشارکت اعتراضی از نظر شما به چنین فرایندی میخواد ختم بشه؟ بله بله، یک گام اگر شما اولا مشارکت اعتراضی که بنده میگم نه به نمادهای سرکوب، یعنی هر کسی که تو سرکوب، تو خشونت، تو ترور دست داشته باید به اینا رأی منفی مردم بدن. یعنی من میبینم که واقعیت اینه که 70% مردم میخوان تو انتخابات شرکت کنن. به اون مردمی که میخوان تو انتخابات شرکت کنن میگم مردم بنده از شما خواهش میکنم حداقل به این شکنجه‌گرا، به این نمادهای خشونت مثل مصباح یزدی، مثل جنتی، مثل صادق لاریجانی، مثل ری شهری، مثل دوری نجف آبادی، مثل رازینی، تمامی اینایی که بودن، حالا همه اسما رو حفظ نیستم، مثل اعلم الهدا، مثل چهارشمی شاهرودی، به تمامی این جنایتکارا به اینا رأی ندید. این رأی اعتراضی است. اما اصلاح طلبا میگن آقا ما قصدمون اینه که یک مجلس میانه رو تری بیاریم سر کار، نه این مجلس فعلی که هر روز میان اونجا پشت تلویزیون میگن مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر انگلیس، مرگ بر مخالفین داخلی، مرگ بر فلان. میگن یه مجلس میانه رو تری میاریم که برجام دوم یه گام ببریم به جلو، یعنی مجلسی باشه هماهنگ با این دولت که بتونه یه مقدار در حوزه سیاست داخلی، سیاست در حوزه فرهنگ، در حوزه سیاست آقای گنجی ممنونم، برمیگردیم به ادامه بحث با شما. آقای زرافشان، آیا با تحریم شما از تحریم دفاع میکنید و از در واقع از طبقه ای که به حقوق اجتماعی خودش نرسیده چرا باید در انتخابات شرکت بکنه؟ آیا با این نگاه، با این تحلیل میشود به دموکراسی رسید و روند دموکراسی خواهی رو تقویت کرد؟ به تعبیر آقای گنجی آیا این جامعه تقویت جامعه مدنیه؟ من قبل از اینکه سال حضرت علی رو یا مشخص کردم دوستتون خیلی کوتاه اشاره میکنم. ممنونم. اولا آقای گنجی گفتن با من صحبت میکنید ولی همش بحث اصلاح طلبا و اون جناح مقابله. عزیز من، من و شما با هم حرف داریم میزنیم، مقابله نمی کنیم. اما واقعیتی که موجوده دو تا آلترناتیو بیشتر نیست و در مورد اونا داریم بحث میکنیم. یکیش اصلاح طلبانند، یکی اصولگرایان. راجع به واقعیت حرف میزنیم. من از آلترناتیوهای نظری و انتزاعی صحبت نمی کنم چون به جایی نمیرسه. اون چه که واقعیت عینی داره این دو تان. و چرا با شما که میدونی من مقابله ای ندارم، بحث داریم، بحث نظری میکنیم، پس حتما باید راجع به اونا صحبت کنیم. صحبت از قضاوت با انصاف و این مسائل کردن. عزیز من، تو بهتر از من میدونی که اصلاح طلبان فعلی ما دیگه حتی از تاجزاده و امثال تاجزاده هم عدول کردن. همچی تلویحی براعت میطلبند از نمیدونم شما آقای موسوی کروبی، دیگران رو مثال زدید. میدونی که میبینی که در جریان هستی که الان اظهارات آقایون مواضعشون، دیدگاهاشون چیه. اینها اصلا نیستن تو اون خطا. بعد خب رأی منفی چیست؟ میگن ما رأی منفی بدیم. من هنوز متوجه نیستم رأی منفی چی، یعنی به این ندین و اون یکی رأی بدید دیگه. من خواهم موضوع رو یه مقداری مشخص‌تر و روشن‌ترش کنم با اجازتون. آیا به صرف رفتن به مجلس در همین چهارچوب موجود، لطفا جواب منو بدین اینجوری، به صرف رفتن به مجلس در همین چهارچوب موجود میشه به آزادی و عدالت اجتماعی رسید یا نه؟ شورای نگهبان، فرماندهی کل قوا، قوه قضاییه، فرماندهی سپاه و ارتش، رادیو و تلویزیون و همه اهرم های نیرومند دیگر حکومت کردن، همه اینها به موجب قانون اساسی در دست جناح مخالفه، به موجب همون قانون اساسی که اصلاح طلبان ما میخوان در چارچوبش فعالیت کنند. ببینید، بحث کردن در مورد قانون اساسی، پرانتز باز کنم، هیچ ایرادی نداره، هیچ مشکلی نیست، چون تو خود قانون اساسی مکانیزمی برای تغییر و اصلاحش پیش بینی شده. یعنی این بحثی که میکنیم الان قانونیه. خب به موجب، من میگم آنچه از این اهرم‌های قدرتمند که در دست جناح مقابل هست با سرکوب و با اعمال قهر نیامده، به موجب قانون اساسی اومده دستشون.
اگر برای شما روشن نیست من پایه هاشو در خود قانون اساسی بهتون نشون بدم. خب در زمینه تغییر این دوستان هیچ برنامه یا پیشنهادی ندارن. آیا فریب نمیدن خودشون رو؟ یا چون هدفی غیر از رفتن به مجلس و استفاده از مزایای این شراکت ندارند، مصلحتشون اینه که این واقعیت رو ندیده بگیرن. سلطه جناح مقابل، من رو این تکیه میکنم، برخلاف القاعاتی که میکنن فقط از طریق قهری و اعمال قدرت نیست. این سلطه متکی به قانون اساسی است، یعنی به صراحت نص در قانون اساسی هست، این سلطه بر شورای نگهبان، این سلطه بر قوه قضاییه، این سلطه بر بین فرماندهی نیروهای مسلح، بر رادیو تلویزیون، بر دیگران. شما میگید تو من چارچوب این قانون اساسی میخوام کار بکنم. خب من که سر در نمیارم. اگر زمان شاه میگفتند خب قانون اساسی گفته بود شاه باید سلطنت کنه نه حکومت، میگفتند عدول کردن، غیر قانونی با سرکوب دارن میگیرن. الان فرق اینه که این سلطه جناب زرفشان، من چند دقیقه بیشتر فرصت ندارم، باید یک وقت رو به عدالت تقسیم بکنم. آقای جناب گنجی، شما به از چهره های نام میبرین که در واقع اساس نظریه شما این هست که یک سری چهره ها مردم بیان رأی بدن که به یک سری چهره ها رأی ندن. اگر که تمام توان حاکمیت بر این باشه که این افراد برن به مجلس، فکر میکنید که نتیجه این روند اعتراضی چه خواهد شد؟ آیا به یأس و سرخوردگی جامعه مدنی منجر نمیشه؟ نه، ببینید، من میخوام به سوال شما جواب بدم، ولی یکی دو تا نکته اجازه بدید در پاسخ آقای زرفشان. خیلی کوتاه آقای گنجی. خیلی کوتاه. ببینید، این اگر منظور آقای زرفشان، ببینید من خودم مانیفست جمهوری خواهی رو نوشتم، در اوین منتشر کردم، تمام اینا رو با جزئیات شرح دادم. بله، این رژیم ولایت مطلقه فقیه برش حاکمه. اگه منظور آقای زرفشان اینه که با این انتخابات انقلاب میشه، رژیم دگرگون میشه، نه چنین چیزی نمیشه تو چارچوب این قانون اساسی. اما اگر آقای زرفشان دو تا ادعا است، اگه اونو میخوام بگن نه، ولی من از آقای زرفشان سوالم نه، اگر آقای زرفشان میخواد بگه بین دوره هاشمی رفسنجانی و دوره خاتمی و دوره احمدی نژاد و دوره حسن روحانی تفاوت وجود نداره، خب تفاوت‌های بسیار وجود داره. اگر الان آقای سعید جلیلی رئیس جمهور بود، آیا این برجام صورت میگرفت؟ آیا این توافق هسته‌ای شده بود؟ ببینید شعاراشون چی هستش. اونا میگن این ننگین نامه سرک ترکمنچایه که امضا شده. هر روز جلیل سعید جلیلی میگه ما پشت خیمه دشمن، پشت خیمه آمریکا رسیده بودیم فتح بکنیم. شما ببینید موازهشون چی هستش. به هر حال این برجام خارجی انجام شدش و اینا قصدشون به صراحت میگن انجام برجام داخلی هستش. من به این دولت انتقاد دارم، من به این حکومت انتقاد دارم، اون یه بحث دیگه هستش. اما آقای زرفشان چون میگن که شما بحثو نره بر رو من رو خود ببر رو واقعیت، رو واقعیت اینه که اینا به صراحت میگن ما دنبال، همشون میگن، حتی آقای حسن روحانی بارها گفته دنبال آزادی، رفع حصر مهندس موسوی و رهنورد و اینا هستش. اما اینکه زورشون چقدر میرسه یه بحث دیگه است. آقای خامنه‌ای صفر وایساده با عوامل سپاه و... آقای گنجی، آیا این انتخابات این توان رو ایجاب میکنه به نظر شما؟ یک گام، اگر این مجلس تمام این نیروهای افراطی و سپاهی ریخته بشه بیرون و مردم یک مجلس متعادلی بیارن، به همین لیست رد چهارم میانه روها و اصلاح طلب و رأی بدن، قطعا وضعیت بهتر از اینا خواهد بود. قطعا دوره 8 ساله اصلاحات و مجلس ششم و آقای خاتمی بهتر از دوره احمدی نژاد بودی که 800 میلیارد دلار درآمد. آقای گنجی، اگر حکومت تمام توان خودشو بذاره بر مبنی بر این که اون نمادهایی که شما نام میبریم بره به تو مجلس، چی؟ آقای خامنه‌ای الان آقای خامنه‌ای در شرایط فعلی با این میزان مشارکتی که در کل کشور 70% برای بالا کشیدن مثلث جیم یعنی جنتی و مصباح و یزدی و مثلث خراسان یعنی هاشمی شارودی و اعلم الهدا و سعیدی و صادق لاریجانی هیچ راهی جز تقلب نداره. تنها راهش تقلبه، هیچ راهی نداره. چون این تو ایران کاملا خودش نشون داده، هر موقع مشارکت بالا بوده اینا باختن. ببینید در مجلس نهم مشارکت کمتر از 30% بود، همین مجلسی که الان فعلی هستش و تمامش دست این تندروها هستش. در شهر تهران میگم، در مجلس ششم مشارکت در تهران 56% بود و کامل 30 نفر اینور بردن. الان در همین انتخابات
اگر مشارکت تهران بالا 60 درصد باشه که هستش، قطعاً تمامی نمادهای اینا حذف میشن. در همه شهرها اینجوری، مشارکت در کل کشور 70 درصده. آقای خامنه‌ای باید با خودش این فکر رو بکنه، یا باید تقلب بکنه. تقلب هم چند شکل، من دیروز در مقاله توضیح دادم. یعنی یه راش اینه که بیاد حکم حکومتی بده به آقای حسن روحانی اینا خصوصی، بگه آقا این افراد وجودشون حفظ نظام اوجب واجبات، باید آقای جنتی یزدی مصبا اینا باشن اینجا. اون موقع مسئله اینه که آقای حسن روحانی این حکم حکومتی رو میپذیره یا نمیپذیره، این مسئله هستش. یک راه دیگه تقلب اینه که شورای نگهبان مثل مجلس ششم صندوق‌ها رو باطل کنه، که اونجا هم یادتونه علیرضا رجایی که 6 سال زندانی شد رأی آورده بود، ایشونو کردنش کنار، 6 سال هم زندانیش کردن. بعد آقای حداد عادل که میدونید دیگه پسر ایشون دوماد آقای چیزه، دختر ایشون عروس آقای خامنه‌ای، بله الان هم آقای خامنه‌ای میخواد حداد بیاره بالا، لیست ایشونو بیاره بالا. آقای گنجی یه لحظه به من اجازه میدیم، ما دقیقاً 2 دقیقه جناب زرافشان آقای گنجی وقت داریم. آقای زرافشان 1 دقیقه در اختیار شما، بفرمایید آخرین کلامتون در مورد بحث انتخابات. شما از تحریم دفاع میکنید. ببینید عزیز من، حرف آقای گنجی اینه که این بار اگر من پیش بینی میشود که 70 و 80، با اینا صحبت نمیکنم، از واقعیات عینی که فعلا جلو رومون هست حرف میزنم. حرف ایشون اینه که این بار اگر مردم در انتخابات شرکت کنند و اگر رأی اونها همونی باشه که ما میگیم رأی بدن، احتمال تغییراتی در ساختار قدرت وجود داره. این چکیده بحث ایشون. من میگم بسیار خوب، فرض کنیم همه حساب ها و پیش بینی های شما هم درست از آب در بیاد. ببینید بحث اساسی این نیست رو پیش تحقق پیدا، فرض میکنم همه اینا تحقق پیدا بکنه، کفه سنگین‌تر قدرت در مجلس و مجلس خبرگان به سمت جناح آقای هاشمی متمایل بشه. خود قدرت که هدف نیست، قدرت سیاسی وسیله ای است که با اون کاری انجام بدن، تغییراتی صورت بدن. اون جناح برای مردم چه کار خواهد کرد؟ مگر در گذشته این جناح در قدرت نبوده؟ مگر من و شما از کارنامه اونها خبر نداریم؟ همه مردم ندارن. مگر خود شما نبودید آقای گنجی که میگفتید اگر این بار هاشمی انتخاب بشه من خودکشی میکنم؟ حرف بنده اینه که مسئله مردم این جناح اون جناح نیست. من وقتی به این نماد هم بخوام بگم نه، آقای زرافشان ممنونم که نماینده من نیست. ممنونم آقای گنجی، 1 دقیقه فرصت داریم بفهمیم. ببینید بنده همونجوری که گفتم از مشارکت اعتراضی در این انتخابات دفاع میکنم و برای نگفتن به مثلث جیم در تهران، مثلث صادق لاریجانی در مازندران، علی فلاحیان، تمامی جنایتکارا رو میگم بهشون رأی ندید. و معتقد هستم که قطعا بین دوره اصلاحات و دوره احمدی نژاد تفاوت‌های بنیادین وجود داشته و میشه با شرکت در انتخابات و بر سر کار آوردن یک مجلس متعادل‌تر که همراه با همین سیاست، یعنی برجام داخلیه، یعنی همونطور که برجام خارجی شد برجام داخلی هم اگر صورت بگیره میشه وضعیت ایران رو در منطقه بهتر از اینی که هستش کرد. اما اگه منظور اینه که با این انتخابات در ایران، آقای گنجی ممنونم به پایان بحث امشب رسیدیم با دکتر ناصر زرافشان که از تهران با ما بودن و آقای اکبر گنجی. تا افق دیگر، ایام بکام. فرارو، برنامه جدید درباره تکنولوژی، اقتصاد و مدیریت، از دوشنبه 10 اسفند. این صدای آمریکا.